ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون خوش باشه، زندگیتون برا باشه، به شاد باشین در زندگی. عید شما مبارک باشه. امیدوارم که سالی پر از شکوه، پر از نعمت، پر از سلامتی به پیروزی کامل نصیب ایران و ایرانی بشه. امیدوارم که خداوند دستش امسال حقیقتا در ایران کار بکنه، به ایرانیای ما رو از این اهریمنان نجات بده تا اون خوشی و پیروزی و سلامتی و شادی ملت دوباره به ایرانیا برگرده. ایمان دارم که امسال سال خوب پر از پیروزی و نیکویی است برای ملت ایران، چون همه ما ایمان داریم که امسال دست خدا با شماست. به ایمان داریم که خداوند شما رو پیروز میکنه. شاد باشین، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد. خب بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی. خداوند از تو می طلبم در نام قدوس عیسی مسیح، فکر منو خداوند، از زبان منو مس کنه خداوند، و هر چیزی که از زبانم بیرون میاد ای قدوس نام تو رو جلال بده. به خداوند کلامت به دلها بشینه و در این روز و در این سال نو خداوند کلام تو حقیقت به در دلهای مردم ریشه بدوانه خداوند، تا حقیقتا با تو خداوند زنده را برن به با تو زندگی بکنن. ای پدر جان شکرت میکنم ای خداوند، افکار منو در دستای خودت بگی، به تحت کنترل خودت بگی برنامه منو. شکر میکنم به نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. به یاسر جان عزیزم تبریک میگیم. به کارگردانی آقای یاسر ما اومدیم اینجا، امیدواریم که خودش خانوادش در سلامت کامل باشن، به سال پیروزی برای زندگیش باشه، به سال پیروزی برای تمام ملت ایران. بذار ما شعر خودمونم بخونیم با اجازه شما. میگه دست خستم را بگیر مسیح من، تا غمهای درونم پاک بشه، چون توی منجی من، چون توی ناجی من، توی سرور سلامتی، توی شای قلبها، به تو تکه دارم ای مسیح، چون از درون شکستم، نای نمانده در تنم، بیا شفا بده دردهایم، بیا شفا بده رنجهایم، بیا مسیح ای سرورم، تاج سرم، بی تو دیگر زندگیم محال شده، فقط توی قوت و قدرت تنم، بیا مسیح، بیا مسیح ای قوتم، ای قدرتم، ناجی من، فقط توی ناجی من، فقط توی. شکر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. جلال از آن عیسی خداونده. امیدوارم که عزیزان همه در شادی و سلامتی باشید، همه مردم به خصوص تهران که میدونم شهرستانهای دیگه رفتن شمال، به متاسفانه جاده چالوس هم سیل اومده، هم رانش زمین داشتن، هم کوه کلی سنگا ریخته روی جاده، میسی که هم تلفات آورده، هم این سیل چند تا روستا رو خراب کرده، و بعد اینکه چند نفر هم مردن. متاسفیم در این سال جدید که بقایای همچنین میفته، اونم بقایایی که دیگه دست ما نیست، دست طبیعته که این بقایا میفته. امیدوارم که ملت ایران سرزنده باشه در این سال جدید. امیدوارم که شادی بر لبهاتون باشه. توی رشت خیلی مردم دیدم که داشتن میرقصیدن. حاجی فیروز اومده بود توی خیابون، توی میدون شهر،
داشتن میرقصیدن میزدن. واقعا ما ملت ایران از شادی نمیتونین بگیرین شادیشون رو، در صورتی که این همه غم دارن مردم، بی پولی و بیکاری و گرفتاری های زندگی بیش از حد، ولی ملت ما با سرزندن، با همون جور که میگن صورت تو با سیلی سرخ بکن، واقعا ملت ما در این حدن. ولی خدا رو شکر که ملت شادی های گذشته خودشون رو فراموش نکردن و میدونن که ایران سرزنده بود، شاداب بود، ایران همیشه جشن داشت، همیشه جشنهای ما بود، هفتگی بود، سالیانه بود، به خصوص نوروز ما که منطقه مدلیست جشن میگیرن، تو عراق و توی سوریه و توی نمیدونم لبنان و توی ایران، توی تاجیکستان، توی 17 شهر قفقاز میدونم که همه جشن میگیرن نوروز، برای اینکه نوروز روز نو به بهاره. شما ببینید درخت ها همه شکوفه کرده، درخت ها سرزنده شده، ما خون ما سرزنده میشه، خون ما جوان میشه. امسال سال پیروزی ملت ایرانه، ایمان دارم که امسال سال پیروزی ملت ایرانه. به این باور داشته باشین که شما پیروزی ملت، هرچی هم که امسال پسته، یه پسته یه اینقدری هزار تومن، میگن هزار تومنه، اصلا تعجبه، شما 17 تا پسته که میشه 17 هزار تومن، زمان شاه یه دونه پیکان باش میخریدیم با 17 هزار تومن، الان 17 تا پسته میشه 17 هزار تومن، یعنی پول یه دونه پیکان. پراید الان شده 40 میلیون، 40 میلیون شاید هم بیشتر شده، نمیدونم، پراید 8 میلیونی یه دفعه میزنه به 40-50 میلیون. اصلا ماشینی که هیچ امنیت توش نداری وقتی میری. من چند 13-14 سال پیش رفته بودم ایران، بعد پراید که نشسته بودم داشتم رانندگی میکردم، خواهرزادم به من میگفت که دایی اینجوری راه نرو، مثلا 60 کیلومتر روی پیچار راه نرو، تو نمیدونی یه دفعه دیدی چرخش بیرون اومد. 60 کیلومتر میشه یه چیزی حدود 35 مایل، یعنی اینقدر ماشینا ناامنن، اصلا سیفی توی وجود نداره توش. به هر حال ما درست امسال سال جدید، روز اول سال، ما بایستی با شادی صحبت بکنیم، با خوشی صحبت بکنیم، ولی نمیدونم، خداوند نشون داده به من که دعا کردم خرابی های خانه خدا و مصاحبه آخر زمانه که عیسی مسیح صحبت میکنه، برای اینکه اینقدر گرفتاری ها بیش از حد، شما در آسمان ها چیزهای عجیب میبینین، روی زمین دارین راه میرین و میبینین کوه شکافته میشه، نمیدونم زمین رانش داره میره، در آسمان چیزهای عجیب میبینید. اینا صحبت هایی است که عیسی مسیح در 2000 سال پیش برای شاگرداش گفته بودن که شاگرداش از زبان عیسی مسیح نوشتن توی انجیل. واقعیت های زمان ماست، باید واقعیت ها رو بپذیریم. درست امروز روز عید، روز شادی و خوشیه و خداوند شادی رو دوست داره، چون خدا خدای شادیه، خدا خدای محبته، خدایی است که دوست داره که فرزندانش روی زمین با شادی و با محبت زندگی بکنن. ولی از اون طرف هم شریر و شیطان دست بر نمیداره، بر انسانها حکمرانی میکنه در این زمین موقتا که ما رو گمراه بکنه، ما را از اون شادی ها بیرون بیاره. به خصوص نمینی رژیمی بر ما حاکم شده، رژیم دینی، که شادی های ایران رو همه رو گرفته، کلن نمیذاره نه شادی داشته باشیم، مردم ایران نه شادی داشته باشن، نه روز خوش ببینن. گوشت صادر میکنن به عراق، میگن که ما گوشت نداریم، بعدن گوشت وارد میکنن،
همه این صادرات و واردات اینا به خاطر دزدی هایی هست که میخوان بکنن. چون صادر بکنن چیزی رو که صادر میکنن توش پول میخورن، دزدی داره. چیزم که وارد میخوان بکنن توش دزدی داره. به خاطر دزدی های خودشون یا گوشت های ما رو صادر میکنن، بعدا گوشت های یخزده میارن به مردم. بعدش هم مردم میان 3 ساعت 4 ساعت توی صف میمونن، شاید یک روز تو صف میمونن، آخرم گوشت به اینا نمیرسه، به دست خالی میرن خونه. شما نگاه کنید، فکر میکنیم ما یک ذره دستمون به دهنمون میرسه، فکر میکنیم که مثلا ایرانی ها همه شادن. نه، واقعا همه شادی دارن نمیکنن، چون برای اینکه اینقدر بدبختی بر ایرانی ها آوردن، پسته گرون، آجیل گرون، میوه گرون، پول کجا هست؟ کارگری که 6 ماه 8 ماه حقوق نگرفته، بازنشسته‌ای که مثلا با 1 میلیون تومان بایستی زندگیش بچرخه، اگه خونه داشته باشه که میتونه یه ذره زندگی بکنه، اگه خونه نداشته باشه ببین چی دیگه میشه، اصلا کلی اون پولش میره برای کرای خونه. خیلی حالا هستن در سختی دارن زندگی میکنن، در این سال نو، در این سال که عید شده مردم باید جشن بگیرن، خیلی ها همینجوری دستشون خالیه، ولی شادی میکنن که ملت ایران هم با ملت ایران شاد باشن، یا همدست باشن، یا همگروه باشن، که نگن بالاخره ملت در این روزا غم رو نبینن. چون برای اینکه 365 روز 364 روز غم برای ملت ایران آوردن اینا، هر روز غم و غم و غم و عزا و نمیدونم گریه است. اصلا شادی خامنه‌ای فتوا داده که چهارشنبه سوری اصلا حرامه. این فتوا رو از کجا آوردین شما؟ این شادیه که ایرانی ها هزارون سال این شادی رو دارن. تو از یه قانون عرب آوردی برای ما گذاشتی ایرانی ها که مثلا ما اینجا حرومه، شادی حرومه؟ کجا خدا گفته شادی حرومه؟ خدا میگه فرزندان من باید شاد باشن روی زمین. خدا ما رو چرا آفریده؟ آفریده که با ما شادی بکنه، همزیست بشه، ما همکاران خداوند بشیم، ما همکار خداییم. اینی که فرزندان همکار پدر مادرن، با پدر مادر را میرن، با پدر مادر کمک میکنن، با همدست میشن تا زندگیشون شاد باشه، زندگیشون خوب باشه. امروز من از لغا 21 میگه خرابی خانه خدا و مصائب آخر زمان، اینو میخوام براتون بخونم. هرچی هم میدونم روز اول عیده، ولی دعا که کردم کتاب خداوند اینو برام گفت صحبت بکن، چون وقایع رو همه رو میبینین. این شادی ها میگذره زود، نمیدونم غمام زود میگذره، عمر ما سری میگذره، 10 دقیقه دیگه نمیدونیم چی خبره، 1 ساعت دیگرش نمیدونیم چی خبره. اینقدر سریع میگذره این عمر، ولی ما میدونیم که این 70-80 سال هیچی نیست. هم سریع میگذره که ما میریم، چه گدا باشه، چه ثروتمند باشه، چه شاه باشه، همه در یک قبر، همه آخر سر میمیرن در یک قبر، یه متر در 2 متر میرن. شاه و گدا نداره. پاییزی این شطوریه که در خونه همه خوابیده. میگی در این هنگام بعضی از شاگردان عیسی از سنگهای زیبایی که در بنای خانه خدا به کار رفته بود و از اشیای گرانبهایی که مردم وقف کرده بودند تعریف میکردند. یعنی به این مثلا به خانه خدا اشیایی میبری یا چیزی وقف میکنی که خوشگله، یا سنگای روی دیوار. شاگردان عیسی مسیح داشتن به عیسی مسیح میگفتن ببین چقدر خوشگله فلان، خانه خدا با این وضع بود. میگو ببین چقدر خوشگله.
اما عیسی به ایشان فرمود روزی فرا میرسد که تمام این چیزهایی که میبینید، همه ای چیزهایی که داریم میبینیم، همه زیبایی های این زمین، زیبایی های همه جا، خانه و آپارتمان و نمیدونم قصرها رو که میبینیم، میگه خراب و ویران خواهد شد و سنگی بر سنگی دیگر باقی نخواهد ماند. میگه همه اینا، این زیبایی ها رو میبینین، خراب داره میشه، همه خراب میشه، یه روز از بین میره جسم ما که انسانیم، از بین میره. منی که اینجا هستم یک روزی باید بمیرم، میمیرم، جسم من میره، چی برسه حالا زیبایی های مثلا ساختمون ها باشه، قصر ها باشه. گفت یک روزی همه اینا از بین میره. ایشان با تعجب گفتن استاد، این وقایع کی رو خواهد داد؟ مثلا از عیسی مسیح داشتن میپرسیدن شاگردا که این وقایع کی خراب میشه، زمین و زمان هم به هم میریزه، کی میشه؟ آیا پیش از وقوع آنا علایمی وجود خواهد داشت؟ میگه علایمی ما میبینیم قبل از که اینا همه خراب بشه. بعد عیسی مسیح براشون تعریف میکنه، جوابشون میده. ببخشید. عیسی در جواب گفت مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند. دیدی میگو در متی 24 میگه که پیامبران دروغین زیادی میان و عده بسیاری رو گمراه میکنن. میگه مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند، زیرا بسیاری آمده ادعا خواهند کرد که مسیح هستند. حتی خیلی ها میان ادعا میکنن که عیسی مسیح هستند. حالا که پیغمبرها رو به نبی های دروغی رو حالا یه طرف. مسیح هستند و خواهند گفت که دنیا به آخر رسیده، اما باور نکنید. میگه خیلی ها الان میان میگن که دنیا به آخر رسیده. چی میخوای استنلی؟ بهتره بریم پا... تره اون که میگه دین من بهتره که با هم جنگ میکنن، دی هم دین خودشونو میکشن. میگه جنگ ها میشه در این ور. الان شما نمیبینی خطر جنگ همه جا داره میاد؟ همه بمب اتمی دارن، همه میترسن، همه میخوان جنگ ها رو. به خاطر این جنگ ها میگه، میگه زمانی میرسه که این جنگ ها، ولی همه رو داره میگه وقایع آخر زمان، نقطه به نقطه عیسی مسیح برای شاگردانش داره تعریف میکنه. میگه زلزله های عظیم میبینیم، زلزله، خرابی، رانش زمین، نمیبینی چقدر زیاد شده؟ در اینترنت برین یا توی یوتیوب برین بزنین، اصلا خودش میاد میشه end time، یعنی زمان آخر، زمان با آخر رسیده. بهتون وقایع تمام دنیا رو بهتون نشون میده، هر جا هر اتفاقی داره میفته. زلزله های عظیم، قحطی ها، بیماری های مصری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد. شما میبینی الان مثلا سرطان که الان دیگه هیچ چیزی نیست. بعضی ما میبینین مثلا بیماری های میاد که اصلا ناشناخته هست هنوز. در این عصر تکنولوژی بیماری های میاد که ناشناخته است.
در آفریقای بیماری اومده که هنوز نشناختن خوب. بیماری های مصری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد و در آسمان نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد شد. شما الان نگاه بکنید تو آسمونا رو که نگاه میکنید یه دفعه میبینید یه نور عجیب یا نور آبی یا نمیدونم یه چیزی، مثلا یه نوری بیضی شکل، نمیدونم مثلثی شکل، یه چیزهایی میبینین اصلا همه میگن خدای این چیه؟ عیسی مسیح 2000 سال پیش راجع به همین روزهای آخر داشت صحبت میکرد. چیزهای عجیب در آسمان میبینین، در روی زمین میبینید، همه تعجبه، یعنی همه باعث تعجب انسان هست. اما قبل از این وقایع دوره آزار و جفا و شکنجه پیش خواهد آمد. نمیبینی الان توی این کشورها، تو چین، توی ایران، توی عربستان، توی افغانستان، ببینی اونایی که مسیحی میشن بهشون جفا میرسونن، اینا رو شکنجه میکنن، اینا رو میکشن. عیسی مسیح 2000 سال پیش داشت اینا رو صحبت میکرد که میگفت که اما قبل از این وقایعی که این الان بالا گفتم دوره آزار و جفا و شکنجه پیش خواهد آمد، که همینجوری هم داره میشه. به خاطر نام عیسی مسیح، به خاطری که شما مسیحی شدین، شما رو شکنجه میکنن، آزار میرسونن، میکشن. شما را به خاطر نام من به عبادتگاه، زندانها و به حضور پادشاهان و فرمانروایان خواهند کشان. شما رو میگه همه جا میبرن به خاطر که شما رو آزار برسونن. الان نگاه میکنی داعشی ها، اونایی که مسیح هستن، توی تلویزیون تو ماباره نشون میدن، خنجر میذارن یا چاقو میذارن رو گردن، همه رو داره نشون میدن به همه مردم. اینو عیسی مسیح داره میگه، شما رو به همه جا نشون میدن. خب اون موقع که 2000 سال پیش تلویزیون نبود، ماباره نبود که، ولی اون چون خداوند بود میدونست. شما رو همه جا میگی نشون میدن، یعنی همه شما رو میبینن که سر شما رو دارن میزنن. این داعشی‌ها دیدی سر مردم داشتن میزدن، همه دنیا داشتن میدیدن، ویدیو میگرفتن میدادن به همه دنیا. بعد یه آیه قرآن میخوندن سرشون رو میبریدن. دیدین دیگه، خیلی ها دیدین اینو. اما این فرصتی خواهد بود تا بتوانید خبر خوش انجیل را به آنان اعلام دارید. حتی میگه که شما اگه در زندان ها میرین، در کاخ این پادشاهان میرین، یا هر جای دولتی، هر جا وارد میشین، میگه خبر خوش انجیل به اینا بدین، شاید اینا برگردن. به خیلی ها برگشتن. شما میبینید پاسدارا یا شکنجه‌گرایی که آدمای مسیحی رو میکشن، همون آدم میبینی به اینا بشارت دارن میدن، خبر خوش انجیل به اینا میدن، میگن خدا تو رو دوست داره. عیسی مسیح میگه که محبت بکنیم به شما، با این وضع باری ما رو شکنجه میکنیم، ولی محبت خدا زیاده، ما شما رو نفرین نمیکنیم، بلکه برای شما دعای خیر میکنیم. اینو داشت عیسی مسیح میگفت در 2000 سال پیش. پس در این فکر نباشید که چگونه از خود دفاع کنید، چون وقتی میگه این موقع هست، شما رویی که در شما ساکنه که روی خدا باشه، میگه اون روی خدا از شما دفاع میکنه، حرفایی به زبان شما میاره که دل اون شکنجه‌گر هم نرم بکنه، اونم برگرده. امسال فصل بارندگی زیاده، همین امروز هم باران داره میاد، دیروز هم بارانی بود، هوای بهاری عین شمال میمونه. من که یاد شمال میافتم، برای اینکه هوای بهاری عالی، نسیم خوب، شکوفه ها همه در اومده. به هر حال ما تو این هوای بهاری یاد شمال میکنیم، خوشمونم میاد.
میگه زیرا من خود به شما خواهم آموخت که چی بگویید، به طوری که هیچ یک از دشمنانتان یاروی پاسوگویی و استادگی در مقابل شما را نخواهند داشت. وقتی میگه شما با اینا صحبت میکنین، اونا جوابی ندارن به شما بدن، ولی چون دست شریر در کاره، شما را شکنجه میکنن و میدونن که این خبر داریم به اینا میدین خبر خوش نجاتشونه، ولی با این بس شما رو مسخره میکنن، شما رو شکنجه میکنن، آزار میرسونن. انسان ها قبول نمیکنن که آقا یک روزی بعد از 60-70 سال، 80 سال، بعضی ها 100 سال باعث این دنیا رو ترک بکنن برن و به اون دنیا باید برن، دنیایی که ابدالدهر باید اونجا باشن. نمیخواین این 70 سال 80 سال رو یه جوری به سر ببرین که بتونین اون طرف هم بخرین برای خودتون. شاید مسخره میکنن خیلی ها، میگن بابا چی میگی، دنیایی وجود نداره که. ولی ایمان دارم که دنیایی وجود داره و اینو بدونین که دنیای دیگری وجود داره. شما برین توی اینترنت، توی یوتیوب، تو اینترنت هر جا بزنین، اونایی که اکسپریانس یا تجربه بعد از مرگ رو داشتن بزنین توی اینترنت میان. مثلا اونایی که 2 ساعت مردن رفتن اون دنیا، اومدن دوباره تو جسمشون، یه نفر 40 دقیقه بود، یه نفر نیم ساعت بود، یه نفر 3 روز بود مرده بود دوباره اومد به جسمش. هر کس هم میره اونجا میگه من 5 دقیقه همش رفتم اومدم، برای اینکه اون طرف زمان وجود نداره. مثلا یه آدم 3 روز مرده بود، تو سردخونه گذاشته بودن، خونش کشیده بودن، توش اسید ریخته بودن که این مثلا پوسیده نشه. بعد از 3 روز میخواستن بیارن اینو دفن بکنن، زنش کتاب انجیل برداشت که خدا گفته که اگه دعا بکنی مرده زنده میشه، شما بالاتر از عیسی مسیح میتونین کار انجام بدین. ایمان داشت، انجیل برداشت، سر مرده برد روی کلیسا، اینقدر دعا کرد تا این مرده 3 روز که مرده بود زنده شد. یه دفعه دیدم اونا اون چند تا شماسا یا اون کشیشان، دیدم واقعا این دعا اثر داره، داره هی دعا بیشتر کردن، دیدم بله زنده شده. کسی که مرده بود شکمش داره پایین بالا میره، نفسی داره میزنه، دوباره اونو ماساژ دادم فلان دادم، مرده پا شد. تعجب که چی خبره، گفتن شما 3 روز مردین. گفت چی با من 10 دقیقه همش رفتم مردم، رفتم اون دنیا اومدم، برای اینکه اون طرف زمان وجود نداره. 3 روز شاید مثلا برایش 2 دقیقه است، 1 ساعت شاید 1 ثانیه است برایشون، اصلا زمانی وجود نداره اون طرف. سریوسی با نور میری میای. مردی میگو بله من همش 10 دقیقه رفتم پیش اون طرف، جهنم و با بهشت دیدم اومدم. ما اطمینان داشته باشیم که اون طرف هست. اگر یاسر جان ما آماده باشی یه سرود گوش بدیم. خوشبخت تا زنده است، امیدی به مسیح و به صلیب داره. دوباره خط زدم ترس زمستون رو، به یاد تو که امید بهار هستی. ندیدم از تو عاشق تر تو این دنیا، خدایی که همیشه موندگار هستی.
دلم عطر هوا تو آرزو داره، دیگه روشن شده شبای تاریکم به نور تو که دردام و شفا هستی. میخوام از تو بخونم همه ی سالو، خدایی که سزاوار سنا هستی. عطر هوا تو آرزو داره، دیگه روشن شده شبای تاریکم به نور تو که دردام و شفا هستی. میخوام از تو بخونم همه ی سالو، خدایی که سزاوار سنا هستی. تو این جایی برام هر روز نوروزه، هوای هفت سینم بوی تو داره. میخوام هر روز با یاد تو آروم شم، دلم عطر هوا تو آرزو داره. دیگه روشن شده شبای تاریکم. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدواریم که تا الان نشسته باشین چایی مثل ما اینجوری داشته باشین که نوشته خدا محبت است. ما تو این لیوان چای داریم میخوریم، شما هم دارین چای میخورین، به سخنانی که عیسی مسیح فرموده گوش میدین. ما داریم از عیسی مسیح صحبت میکنیم که در لوقای 21 صحبت میکنه از خرابی های خانه خدا که شاگرداش داشتش میپرسیدن به مصاحب آخر زمان. داره عیسی مسیح میگه آخر زمان چه اتفاقاتی میفته. ما داریم در رابطه با اون صحبت میکنیم. به امیدواریم که تا حالا با ما بودین و باشین که بقیه رو براتون بخونیم که عیسی مسیح چی گفته. ببین چقدر شیرین سخنان عیسی مسیح. حقیقتا شنونده وقتی گوش میده لذت میبره ازش، چون برای اینکه زندگیه. تمام سخنان عیسی مسیح زندگیه، رای زندگیه، تمام درون تو عوض میکنه، زندگی تو عوض میکنه. عیسی مسیح تغییر دهنده روز و شب و زندگیته. به قول ما گیلانیا امروز روز عیده، یه شعر خوب میخوندن توی لایجان، میگوندن تیه ایترا مبارک بابا، سال نو مبارک. اینی میگفتن، ما اینم با شما میگیم که عید شما مبارک باشه. بله، داشتیم تا رسیده بودیم به آیه 15 که میگه زیرا من خود به شما خواهم آموخت، که تا اینجا گفتیم که عیسی مسیح میگه وقایع آخر زمان چجوری میشه، چی چیزهایی در آسمان میبینی، شما رو میگیرن، میزنن، شکنجه میکنن، اینا رو داره صحبت میکنه. به خرابی های آخر زمان میگه، اتفاقات علایمی که در آخر زمان میفته عیسی مسیح داره اینا رو 2000 سال پیش داره به شاگرداش میگن که شاگرداشون توی انجیل نوشتن. میگه پدر و مادر و برادران و بستگان و دوستانتان به شما خیانت خواهند کرد. الان روزایی هست که پدر به پسر خیانت میکنه، پسر به پدر خیانت میکنه، به مادر خیانت میکنه، به برادر به برادر، خواهر به خواهر، اینا هستن الان خیانت میکنن به هم دیگه. میبینین نه؟ شما دارین میبینین، حقیقتا دارین میبینین. اینا را عمل عیسی مسیح 2000 سال پیش داشت میگفت. به شما را تحویل دشمن خواهند داد. پیرزنی زمان انقلاب من شاهد بودم که فرزند خودش مجاهد بود، تحویل داد به سپاه پاسداران، به دولت، گفت که این مجاهده، یعنی منافقه. مادر فرزند خودش داد، بعد اون پسر را گرفتن اعدام کردن. گواره من در راه اسلام، در راه این انقلاب، در رای امام فلان دادم. در صورتی که الان اگه بری اون مادر اگه زنده باشه الان بهش بگی میگی چه غلطی من کردم، این کار کردم.
اینو داره عیسی مسیح داره میگه، زمانهای آخر اینجوریه، برخی از شما کشته خواهید شد. ببینین چقدر مسیحا رو در چین و در ایران و در عربستان و در افغانستان، در کشورهای دیگر ببینین چقدر میگیرن میکشن، در سوریه کجا کجا اونایی که مسیحی میشن دیدی چقدر میگیرن میکشن. و همین سبب این که پیرو میگه، فقط به خاطر این که پیرو من هستید، عیسی مسیح رو قبول کردین، انجیل رو قبول کردین، مسیح رو قبول کردین و خدای زنده رو شناختین، به خاطر همین شما رو خدا پرستین شما رو میکشن، از شما متنفر خواهند شد. اصلا وقتی توی خانواده الان هستی، مثلا پسر میگه آقا من به عیسی مسیح ایمان آوردم، پدر باهاش دشمن میشه، مادر باهاش دشمن میشه، چون شیطان نمیذاره که تو خدای حقیقی رو بشناسی. شیطان میخواد که تو همش منعرف باشی. به خاطر همون وقتی خدای زنده رو میشناسی، ال خانواده خودت دشمن خودت میشه. اما ولی عیسی مسیح میگه اما مویی از سر شما کم نخواهد شد اگر تا با آخر تأمل کنید و عیسی مسیح رو رد نکنید. جانهای خود را نجات خواهید داد. اگرم در این دنیا نجات ندین، بدونین که در بهشت هستین، پیش خداوند هستین، میرین اون دنیا بهشت. شما فکر همه فکر میکنن که این 70-80 سال آقا من اینجا رو ویل بکنم، لذتای اینجا رو ویل بکنم، مثلا بهشتی هست. باور بکنین بهترین خوشی های این زمین لحظه در بهشت که هستین ارزش اون لحظه رو نداره. اون لحظه رو بیشتر ترجیح میدین تا تمام 70 سال خوشی این دنیا رو. اونایی که مردن رفتن بعد از مرگ خودشون 2 ساعت 3 ساعت جسمشون رفت تو اون دنیا، اومدن دوباره تو جسمشون، اینا تعریف میکنن که حقیقتا وقتی میری اونور دیگه دوست نداری بیای توی جسمت، دوست نداری بیای تو زمین زندگی بکنی، چون اینقدر شادی و خوشی، اینقدر زیبایی های طبیعت در اون هست اونجا که دیگه تمامی نداره. هیچ کس هم اونجا غالتاگیری نیست، دزدی نیست، آدم کشی نیست، سر تو کلا گذاشتن نیست، هیچی از اینا وجود نداره. میگه اما هرگاه دیدید که اورشلیم به محاصره دشمن در آمده، بدانه که زمان نابودی آن فرا رسیده. اگه میگه که دیدین اورشلیم محاصره شده، بدونی که نابود داره میشه، به زمانهای آخره که اورشلیم آسمانی باید بیاد. میگه که در زمانهای آخر نمیدونم ایران بر علیه اسرائیل میشه، ترکیه بر علیه اسرائیل میشه که الان شده، شوروی که اون موقع شوروی و روسیه بر علیه اسرائیل میشه که شدن، ولی الان باز اینا رو که میبینیم میرن، مثلا آقای نتانیاهو میره اونجا با پوتین صحبت میکنه، اینا همه ظاهره، در باطن دشمنن، دشمن اسرائیلن. جمهوری اسلامی که میخواد اصلا اسرائیل از نقشه جهان نابود بکنه، رژیمی که 40 سال داره مرگ میگه بر این، مرگ میگه بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر عربستان، مرگ بر فلانی، مرگ بر بیساری، بعدن هیچ هم طاقت نداره. اگه یه نفر اگه بگه مرگ بر ایران، تو زمین و زمان یکی میکنی، چطور تو پرچم یه ملت و صبح تا شب داری همش میسوزونی، همش مرگ بر این و اون میگی. میگه زیرا آن زمان هنگام مجازات خواهد بود، روزهایی که تمام هشدارهای انبیا تحقق خواهد یافت. این همه انبیا که اومدن هشدار دادن که آقا زمانهای آخر اینجوری، البته انبیایی که در تورات عهد عتیق بودن، نه تو این دینایی که انبیای دروغی اومدن، نه اینا رو نمیگه، چون
2000 سال پیش که این دینای دروغی که نیومده بود که، ولی عیسی مسیح اینا رو همه رو به پیش پیش داشت میگفت به مردم، بخصوص به شاگرداش. میگه وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشن، که مثلا بچه داره، میخواد بچه بیاره، حامله است. خب سخته دیگه، میگه زمان اینقدر سخته، اونایی که حامله هستن خیلی مشکله براشون. یا میگه بچه شیرخوار داشته باشم، و مشکل بچه شیرخوار رو تو مثلا ببینی زمان آخره، نمیتونی برگردی به خونه، نمیتونی برگردی به بیرون، زمان زمان آخر وقتی میشه همه چیز به هم بخوره. میگه زیرا قوم دوچار مصیبت سختی شدن، یعنی تمام این ملت ها میگه دوچار مصیبت سخت میشن در زمانهای آخر. وقتی زمان به آخر میرسه همه اصلا هم وحشتناک، هم همه مصیبت زده میشن. و غضب خدا بر آنها عارض خواهد شد، به خصوص اونایی که با خدا راه نمیرن، بدونن که زمانهای آخر زندگی بدی خواهند داشت. الان میبینین خیلی ها به دم شمشیر میرن، اونایی که مسیحی شدن، یا اصلا آدم های بیگونا علیکی میگیرن میکشن. خالخالی اومده بود یک سری آدم ها رو گرفته بودن علیکی، اصلا گناهی نداشتن، همه رو تیرباران میکرد. خودش هم آخر سر به مرضی گرفته بود که اصلا دوا دیگه نداشت، درمان نداشت دیگه. ببخشید، نمیدونم چرا زبان ما خشک میشه. به هر حال میگه آنگاه در آسمان اتفاقات عجیب خواهد افتاد. شما الان برین توی اینترنت نگاه بکنی، اونایی که مثلا فیلم برداری میکنن از وقایع که در آسمان رخ میده میبینین. یه دفعه دیدی مثلا آسمان، تمام آسمان همه رنگی شده، به شکل آبی شده، فیروزه‌ای شده. یه دفعه میبینی مثلا اجسامی در آسمان میبینین که اصلا برای شما تعجبه. اینا رو خداوند میگه، میگه خورشید، ما ستارگان علایم شومی دیده خواهد شد. میگه در ما و ستارگان علایم شومی دیده خواهد شد. یه هیستوری چنل یه دونه پروگرام من دیده بودم که داشت در رابطه با آخر زمان صحبت میکرد. بعد یک ستاره، همه چی بود ستاره، مثلا نقشه ستاره، خورشید، ما، همه. بعد این پردر یک لحظه کشید پایین. میگه زمانهای آخر مثل اینجوری میشه، همه یه دفعه مثل یه پرده ای همه میفته. در سوگی زمان 2000 سال پیش عیسی مسیح اینا رو داشت میگفت. اینا شاید این حرفا برای خیلی ها خنددار باشه، شاید این حرفا برای خیلی ها کسل کننده باشه که داریم صحبت میکنیم، ولی اینا واقعیت زندگی ماست. اگه که مایی که شنونده ایم، داریم بیننده ایم، داریم گوش میدیم، اینا واقعیت زندگی ماست که عیسی مسیح 2000 سال پیش اینا رو وقتی صحبت میکرد، اینا حقیقت زندگی بود که امس این روزایی که ما داریم زندگی میکنیم اینا رو برای ما پیشگویی کرده بود عیسی مسیح. میگه بر روی زمین قوما از غرش دریاها، نمیبینی سونامی های عجیب در دریا میاد؟ اینه 2000 سال پیش داره عیسی مسیح داره میگه. بر روی زمین قوما از غرش دریاها و خروش امواج آن آشفته و پریشان خواهند شد. شما ببینیم مثلا دریا یخهای بزرگ، همین چندی پیش من توی ویدیو دیدم توی یوتیوب، داره همه رو پس میده، میده بیرون، کف داره میده بیرون، نمیدونم موجای عجیب میده بیرون. اینا همه وقایع هست که 2000 سال پیش عیسی مسیح فرموده بود همه رو. میگه بسیاری تصور سرنوشت هولناکی که در انتظار دنیاست ضعف میکنن. وقتی این چیزها رو میبینه
بیننده اصلا حالش یه جور دیگه میشه، میگه واقعا مگه میشه همچی چیزی بشه؟ اینا میگه همه برای شما تعجب میشه، زیرا نظم و ثبات آسمان نیز در هم خواهم ریخت. یعنی نظم تمام زمین و آسمان بر هم خواهد ریخت وقتی زمانهای آخر میشه، که الان داریم میبینیم، خیلی چیزها رو داریم میبینیم ما. خدا رو شکر تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که شما یه تلفن اسمارت فون داشته باشین، همه بقایا در هر جای نقطه دنیا مردم میبینی فیلم برداری میکنن میذارن روی یوتیوب. بس همه اینا رو عیسی مسیح 2000 سال پیش به ملت دنیا داشت میگفت، همه اینا رو میبینین. اون موقعی که تلفن نبود، که اون موقعی که دوربین نبود، ماهواره نبود، ولی عیسی مسیح چون میدونست منجی عالم بود و زمان آخر باید خودش بیاد، اینا رو میدونست، به شما پیشگویی داشت میگفت. همه اینا رو پیشا پیش همه اینا رو گفت که ما بعد از 2000 سال بعد اینجا وقتی میخونیم شما باور بکنین، اینایی هم که داریم میبینیم باور بکنین. بس 2000 سال پیش عیسی مسیح به همه گفت، الان ما داریم میخونیم. شما اگه میخواییم بیشتر از این اطلاع داشته باشین، رو سایدای مسیحی یا انجیل تهیه بکنین، به انجیل بخونین خبر خوشو. همه این بقایا رو به شما میگه، شما خودتون تشخیص میدین که در زمانهای آخر دارین زندگی میکنین، که زمان زمان آخره. اون هفته هم گفتم سال 2016 جانوری 2016 عیسی مسیح رو خواب دیدم که با تمام جلالش داشت میامد روی زمین، با تمام جلالش، تاج پادشاهیش، همه چیش، با لباس پادشاهی داشت می اومد زمین. انجیل منو بست، خط زد بست، گفت به همه بگو که من به زودی خواهم آمد. این عیسی مسیح فرمود، نه من این خواب دیدم، خیلی ها این خواب دیدن، به خواب خیلی ها اومد عیسی مسیح، گفت بگین که من زمان آخر دارم میام. آنگاه تمام مردم روی زمین مرا خواهند دید. همینجور که من در خواب عیسی مسیح رو با تمام جلالش دیدم، میگه تمام زمین در یک لحظه من خواهند دید که من دارم میام، که سوار بر ابر با قدرت و شکوه عظیم میایم. هللویا، جلال بر نام عیسی مسیح، که من با همین شکوه جلال عیسی مسیح رو دیدم که داشت میامد. نه بگم که من نمیدونم بافته، من نمیدونم من کی هستم، نه، من هم یکی از فرزندان خداوندم که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردم. شما هم امروز اگه به عیسی مسیح ایمان بیارین، عیسی مسیح با شما ملاقات میکنه، صدای خدا رو میشنوین، ملاقات باش خواهد داشت، زندگی شما عوض میشه، چون عیسی مسیح تک تک ما رو دوست داره و میخواد که ما عیسی مسیح منجی رو قبول بکنیم و قبول بکنیم که زمانهای آخره، که عیسی مسیح همینجوری که گفت، آنگاه تمام مردم روی زمین مرا خواهند دید که سوار بر ابر با قدرت و شکوه عظیم می آیم. حقیقتا جلال بر نام خداوند که با تمام شکوش می آید. پس وقتی این رویدادها آغاز می شود، بایستی به بالا نگاه کنی، زیرا نجات شما نزدیک است. اونایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، وقتی این بقایا رو می بینن، عیسی مسیح در ابرها با تمام جلال شکوش دارن می بینن میاد پایین، میگه اون موقع نجات شما نزدیک است. یعنی خیلی اونایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن ربوده خواهند شد، در همین جسم که هستیم ربوده خواهیم شد به طرف آسمان، همینجوری که خود عیسی مسیح رفت و آمد، ما همینجوری ربوده خواهیم شد. سپس این مثال را برای ایشان زد، درخت انجیر یا سایر درختان را بنگرید، وقتی شکوفه می کند بی آنکه کسی به شما بگوید
متوجه می شوید که تابستان نزدیک شده است. به همین صورت وقتی می بینید که این رویدادها در حال وقوع هستند، بدانید که به زودی ملکوت خدا آغاز خواهد شد. وقتی میگی شما شکوفا را الان میبینی میگیم بهار اومد، بعد میوه رو میبینی میگیم تابستان اومد. همینه داره مثال میزنه، میگی این وقایع هم که عمر میبینین، بدونین که ملکوت خدا آغاز شده و عیسی مسیح داره میاد. هم روز شادیه برای اونایی که به مسیح ایمان آوردن، هم روز بد برای اونایی که ایمان نیاوردن. خدا همه ما رو کمک بکنه، از گناه های ما بگذره. یقین بدانی که این نسل خواهد ماند و این وقایع را خواهد دید. همینجوری که ما الان این نسلیم که در خداوند به خواب خیلی ها ما اومده گفت من دارم میام، من ایمان دارم که خواهم دید، خواهیم دید که خداوند با جلالش داره میاد از آسمان. خوشا به حال آنهایی که به مسیح عیسی ایمان آوردن، به نجاتشون خریدن، به نجاتشون ثبت شده در دفتر خداوند. خوشا به حال آن کس، واقعا خوشا به حال شما که به مسیح ایمان آوردین. آسمان زمین از بین خواهد رفت. عیسی مسیح میگه آسمان زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من همیشه باقی خواهد ماند. میگه سخنان من هیچ وقت از بین نخواهد رفت، چون اون خداونده، اون منجیه، اون نجات دهنده عالمه. پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من شما را غافلگیر نکند. اونی که امروز به عیسی مسیح ایمان نیاورده داره اینی میگه. عیسی مسیح میگه پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من شما را غافلگیر نکند. یعنی میگه عیسی مسیح یه جا دیگه مثال میزنه، میگه دزدی که به خانه شما میاد به شما نمیگه چی وقتی داره میاد، میاد خانه شما رو همه رو میزنه میبره. عیسی مسیح میگه من مثل دزد شبی میام که شما غافلگیر بشین. بس میگه بس غافلگیر نشین، یعنی با مسیح را برین تا غافلگیر نشین. وقتی من الان با مسیح اگر را برم، مسیحی شدم، نجاتم خریدم، دیگه اگه عیسی مسیح هم بیاد خوشحال میشم که داره میاد عیسی مسیح منو ببره. بس خوشحال میشم. میگه نگذارید بر پرخوری، میگساری، غم و غصه های زندگی شما را مانند سایر مردم دنیا به خود مشغول سازد. اونایی که به مسیح ایمان آورده میگه نگذارید میگساری و خوشگذرانی و غصه های این دنیا، گرفتاری های این دنیا شما رو دور بکنه از من، بلکه هر لحظه چشم برای من باشید و همیشه دعا کنید. یکی از اسلحه ما ایمانداران دعاست، که هر جا میتونیم دعا بکنیم، نه مثل دینهای دیگه باید برم در یه جای دعا بکنم، نه، هر جایی که هستم میتونم دعا بکنم، در ماشین، در خانه، در پیاده روی، در میمانی، در هر جا که هستم میتونم راحت دعا بکنم. خوشا به حال آنهایی که مرد و زن دعا هن. تا در صورت امکان بدون برخورد با این رویدادهای وحشتناک به حضور من برسید. به این ترتیب او هر روز در خانه خدا به مردم تعلیم میداد، مردم نیز از صبح زود گرد او می آمدند تا سخنان او را بشنوند. هنگام است از میگید که خارج شد. این است پیام امروز خداوند به شما ملت دنیا. عیسی مسیح میگه غافلگیر نباشید که من وقتی دارم میام، وقتی منو ببینین اون موقع آماده باشین که منو دارین میبینین. پس ما به خصوص ما مسیحا، اونایی که مسیح شدن، باعث همیشه آماده باشیم که عیسی مسیح داره میاد، ما غافلگیر نشیم. یه دفعه تعجب نکنیم، وای عیسی مسیح اومد،
اگر من با عیسی مسیح را میرم هیچ ترسی ندارم. اگه فردام بمیرم هیچ ترسی ندارم. چون میدونم جایی میرم که از این دنیا بهتره. به عیسی مسیح میگه تا موقعی که زنده این در شادی زندگی بکنین. در من زندگی بکنین، به زندگی سالمی داشته باشین. نه غمگین و غصه‌دار و عزادار، نه. خداوند میگه چون خدا خدای محبته، این پدر مادر میمونه که دوست دارن که فرزندانشون شادی زندگی بکنن، در زندگی سلامت باشن، شاد باشن، زندگی خوبی داشته باشن. نمیسی اینایی که 40 سال اومدن ای میگن آقا بزن تو سرت لباس عذاب بوش، شادی نکن. خدا رو شکر که ملت ما ملت شادیه. خدا رو شکر که ملت ما ملتی نیست که بتونن شادی ها رو از اینا بگیرن. دیدین که در جشن نوروزی حاجی فیروزا اومدن، دارن میزنن میخونن مردم به شادی بیارن. میدونن مردم غصه دارن، پول ندارن، شب عیده، لباس برای بچهشون ندارن، شرمنده بچهشونن، بچه شرمنده پدر مادره. همه اینا رو میدونن ولی میان میزنن میخونن که شما شادی داشته باشی. چون ملت ایران همیشه با شادی زندگی کرد، با سلامت زندگی کرد. اینقدر از نظر اخلاقیات ملت ایران پایین نیومده بود، حکومتی نیومده بود اینقدر که مردم از نظر معنویات بیاره پایین اینقدر. واقعا براتون آرزو میکنم که سالی پر از نیکویی و شادی داشته باشین، سالی باشه که دلهاتون شاد باشه، درونتون عوض شده باشه. امسال بیاین درونتون رو تمیز بکنین، بیاین از درون عوض بشین، خانه‌های دلتون رو تکون بدین. همین جوری که خانه‌هاتون رو تمیز میکنین بیاین درونتون هم تمیز بکنین. بیاین دست به دست همدیگر بدین، با اتحاد، با عشق به هم دیگر ما ملت ایران یک بار دیگر ثابت بکنیم که ما ملت اون ملتی نیستیم که این 40 سال اینا به ما نشون دادن. امسال سال پیروزی و اتحاد ما باشه، بر اهریمن پیروز بشیم. اینا 40 سال بر ما سیاهی و عزا و غصه آوردن. بیان امسال اینا رو پس بزنیم، به میلیون ها با هم اتحاد پیدا بکنیم. بیاین تو خیابونا با شادی اینا رو بندازیم برن. وقتی میلیون ها آدم بیاد بیرون هیچ کسی نمیتونه بر شما غلبه بکنه، هیچ کس. ما ملتی نبودیم که الان هستیم، ما ملتی بودیم شاد، سرزنده، به کشوری بودیم که تمام دنیا بر ما افتخار میکرد. پاسپورت ما رو هیچ جا ویزا نمیخواست، میرفتیم. پول ما چنج نمیشد، بلکه همون پول میبردیم توی هر جای کشور دنیا میرفتیم خرج میکردیم. الان پول ما که ارزش نداره، یک دلار امریکا 13,000 تومان، 14,000 تومان. اصلا پول ما بی ارزشترین پول شده. از نظر اخلاقی معنویات ایران در رده آخر، در بین 170 خورده کشور هستیم، از آخر دومیم شاید یا سومیم. یعنی اینقدر نزول کردیم، اینقدر پایین اومدیم. بس بیاییم ما ملت دوباره خودمونو ببریم بالا، با دست به دست دادن همدیگر، با اتحاد با همدیگر بیایم پیروزی رو برای خودمون بخریم. امیدوارم که شاد باشین، امیدوارم که پیروز باشین و سال خوبی رو آغاز کرده باشید. به امسال سال پیروزی شما ملت ایران باشه. شما رو به خدا میسپرم. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که به ما گوش دادین.